فرناز. ها. منو ببین. بله. یادت که نرفت چی گفتم؟ نه. چی؟ تا پلیسیه بود میخوندی؟ آها اینو میگی؟ امروز تمومه، خیالت راحت. چند صفحش دیگه بیشتر نمونده؟ ای خدا، نه. پس چی؟ الان وقتشه که نشون بدی چقدر پلیسی. همه رو زیر نظر بگیر، همه رو، کی میره کی میاد، نظر رئیس چیه؟ خیالت راحت، کارو به کاردون سپردی. از این لحظه به بعد شما یک کارگاه درجه یک استخدام کردیم. ببینیم و تعریف کنیم. بابا کاظمی پینجری خوبی؟ آره آره خوبم. ببین از همین الان میری به تمام پرسنل شرکت نفر 30,000 تومان هدیه میدی از طرف کی؟ کی؟ کامران ارغوان. کامران؟ آه خودت. آره بابا تو خیلی پودر، بابت چی؟ ببین میگی که این موزه تمام زحماتی که تو این مدت برای شرکت کشیدی. منم جزش نستم. آره دیگه. خب بده بدم. چی بدم؟ پول دیگه. آه پول نمیخواد که، برو دیگه. خب برم اونجا خب چی بهشون بدم؟ په وعده. بابا تو خیلی هیچی هیچی، فقط خواستم بگم خیلی با سیاستی. آره دیگه، حالا برو زودتر کارت شروع کن، کسی هم نفهمه. ببین 30 تومن خودم چی میشه؟ 30 تومن چی؟ همین که گفتی بابت زحمات اینا. بابا گفتم که بدین فقط وعده است، اولا از خودت شروع میشه. آها و چی شو؟ موبایلمه. قورتش دادی؟ نه. چقدرم شد؟ رو ویبره است. بابا حالا بالا برو، بودو بودو بودو، کسی نفهمه. بودو الو. آره آره همه چی عدله، حواست باشه. باشه 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 باشه، خداحافظ. مضحک. هستم شما رو شدید. جان اینو بگیر ببین. اینجوری میکنه، اینجوری کن. میره حالا. چی شده زن؟ آخ رستم نمیدونی بچه هم چه به روز خودش آورد. داره فیلم میبینه؟ آره داره فیلم میبینه، اونم چه فیلم؟ حتما داره با یکی از دوستاش صحبت میکنه. چیش داره صحبت میکنه؟ اگه با یکی صحبت میکنه جیگرم نمیصفره. بهت گفتم رستم نزن اینقدر تو زوق بچه. این احساساتیه، احساساتش لطیفه. این اصلا احساس سرش میشه؟ این اصلا میدونه احساس چیه؟ نمیدونم از صبح همینجوری یه سر این روانی ها داره به خودش حرف میزنه. سر هیچ حریفه یکی یکی پس از دیگری جا میذاره. خانم لیدیز این جنتلمن میره که حالا پیچ جاده رو رد میکنه. آره آره ها؟ نه بابا مربع رو بزن، این مربع اینه. تو نمیدونی مربع چیه؟ مربع اینه دیگه. آره آره دستم بذار روی این، دستم بذار روی این. آها همچی گاز بگی. چی؟ بابا؟ نه بابا ولش کن، از بچگی من آدم حساب نمیکرد. چرا اینجوری نگم؟ خب همینطوره دیگه، واقعیت تلخه. مامانم هم همینطور. چی؟ نه بابا جان اینو بگیر ببین. آ اینجوری میره سروش میره کاپ قهرمانی رو تصاحب کنه. چه میکنه این سروش؟ برو برو جلو، برو همه چه. کجا رفتی تو ها؟ فرار کردی بی خاصیت. دیدی بالاخره شکست رو پذیرفتی. آره. سلام خوش. چی مصرف کردی؟ من؟ هیچی بخوام. میگم چی مصرف میکنی؟ چیزی مصرف نمیکنم. چی مصرف میکنی؟ خب برق دیگه، همش برق. برق؟ خاک بر اون سرت. چرا؟ مگه برقیش هم اومده؟ مادر خب برق. خب همش برقیه دیگه.
خدا الهی منو بکشه. حیف جوونی نبود مادر، خودتو بدبخت کردی. آخه چرا؟ ماما رستم، آقا چون غلط کرد؟ آقا چون تو رو خدا رستم، 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 تو رو خدا رستم درک میکنه چی هم درک میکنه مامان؟ آخه خودتون هم استفاده میکنید. خدا بدون ما چی استفاده میکنید؟ پسر من تو عمرم لب به سیگار نزدم، اون وقت برقی شما از لب سیگارم. آخه برو کنم چه ربطی به سیگار داره آقا جون؟ آخه من مشکلی نداره، کمش واسه تفریح خوبه. نظر نظر چی چی خوبه؟ آه خوبه همینجوری تفریح تفریح همه بدبخت شدن. ببین چقدر راحت میگی، چقدر راحت میگی. من تفریح مثلا رستم، 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 اگه بده چرا خودتون استفاده میکنی؟ مادر خدا به تو نگو اینو. وایستا ببینم، وایستا ببینم. رستم، 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 ای بابا سب کنین. ای خستم کردین. چی توهم زاست؟ همین برق دیگه مادر، این برق لعنتی. بابا این حرفا چیه؟ از بچه کوچیک تا آدم بزرگش استفاده میکنن. شما هم خودتون استفاده میکنید. اگه توهم زاست، اگه بده، خب چرا شما؟ باز داره میگه، باز داره میگه. پسر تو پسر منی، رستم. فردا اهل محل میگن پسر من رستم، میفهمی؟ خوبه تو هم باورت شدی، اینگه تو هم توهم زدی. به فکر بچه من باشه، دست من میره. فردا مردم بفهمم من چه خاکی تو سرم بریزم، چه خاکی تو سرم بریزم. نه من فقط میخوام بفهمم تو کی دیدی ما هم چی غلطه. همین دیشب، همین دیشب دوتایی نشسته بودیم با هم داشتین استفاده میکردید. بازم داره میگه. یه برو کنا رستم، 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 برو سر، برو رستم، 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 برو برو برو. آخ مادر چی کار کردی؟ مادرت بمیره سروش جان. آخ خدا، آخ جیگرم آتیش گرفته مادر. آخ سروش جان چی شده؟ سروش معتاد شده. چی؟ سروش؟ آره. کجاست؟ تو وسطش به تخت ترک کنه. وای مریم جانم، یه غذا رو ببر برای سروشم، گوشت نمونه. باش آخندو بده بدم به مامان. بمیرم. من میگم این چند وقت تغییر کرده، خیلی لاغر شده. قربونش برم الهی، لاغر شده بود بچم. قربونش برم، نکنه، نکن، نکن، نکن مرده. او هی کن، نکن، نکن، نکن. می اعصاب خورده کدی؟ هی به تو گفتم اذیتش نکن. نرو تو ذهنش، نرو تو ذهنش. گوش نکردی، نکردی، نکردی. نکن، نکن. ای بابا، خب چرا بهشون نگفتی؟ من نمیبینی، دهنمو بسته بودم. من میرم بهشون میگم. چیکار داری میکنی؟ خب دهن تو ببندم دیگه. خنگ، همین الان داشتم به توضیح میدادم، برو دیگه. خب میرم میگم بابا بیت بازت کنه. چیه؟ چرا اینجوری بر رو بر من رو نگاه میکنی؟ خشک شدم، برو دیگه. باش لوس. ای خدا، دیگونه شدم از سینا. خب شما گفتی که چی مصرف میکنی؟ من داشتم پلی‌استیشن بازی میکردم. خب پلی‌استیشن برق مصرف میکنه، تلویزیون برق مصرف میکنه. گفتم برق. خب مادر جون، پس چرا با خودت حرف میزدی؟ من با خودم حرف میزدم؟ کی؟ خب من تو با هم بازی ندارم مادر جون. بالاخره تو تخیلات خودم فرض کردم که یه هم بازی دارم، داشتم با اون صحبت میکردم. چه اشکالی داره؟ مامان شیزوفرنی. چی فرنی؟ پس دیوانه از صبح تا حالا ما رو گوشی سر کار؟ چرا؟ خب مادر جون اگه تو هم بازی میخوای، من که هستم مادر. من در مقابل تو، در مقابل پسرم وظیفه دارم. منو صدا میکرده قربونت برم. منو صدا میکردی بازی دیگه.
چشم. بله. رو حلش رو پیدا کردم. من با یه کمپ ترک اعتیاد صحبت کردم. محسنم نیم ساعت دیگه میاد، دو تا دکتر آشنا میشناسه، میبریمش پیش اون. نهایتا نشد، مینازیمش زندان. ای، چرا بازش کردین؟ فرار میکنه ها؟ چرا اینطوری نگاه میکنید؟ خوبی داداش؟ خوبی؟ آقا مراد، تو واقعا با این همه غلطای املایی خودت بلدی بخونیش؟ اون وقت میخوای مدیرم بشی؟ غلطی نداره، اگم غلطی هست به نظر من اختلاف نظره. اون چیه؟ یه تیکه کاغذه. چیه؟ معلوم نیست؟ میدونم یه کاغذه، برای چی زدی اونجا؟ همینجوری زدیم دوره هم باشیم بخندین دیگه. چی زدی؟ خب به هر حال ما هم خودمون رو قبول رئیس بشیم، بعد یه تبلیغات چیزی. برش دار. چی؟ گفتم برش دار. بابا خانم مدیر، ما تا هر چی یه چیزی میام از خودم تبلیغات کنیم، شما من داری هیچ. برگردم اونجا نباشه. خب بذار باشه دیگه. بکنه. مشکل اساسیه، باید یه فکری باید. یه لحظه ببخشید. ببین سروش، ببین من میگم اگه یه وقت اینا خانواده بهت گیر بده بگه بیا برو تست بده، برات داستان میشه ها. تست؟ تست چی؟ بابا تست مواد دیگه. برو بابا. سروش، سارا بهم گفت، ولی خیالت راحت باشه، دهن من قرصه. این خواهر دهن لقه من قسمت دومشو بهت نگفت؟ چی رو؟ بابا سوء تفاهم بوده. به هر حال از ما گفتن، میتونی رو من حساب کنی. یه چیز بهت میگم ها، آره حالا شما سعی خودتو بکن، من حالا خبرشو به شما میدم. سلام، خوب هستی؟ خسته نباشی. ممنون. آقای کاظمی سلام. سلام خانم. آقای کاظمی کارخونه بودی؟ بله. میتونم بپرسم چرا؟ آقا کامران منو فرستاد. آه، بعد برای چی؟ گفت یه رازه به شما هم نگم. آها، کامران گفت یه رازه به من نگی؟ آره. مطمئنی؟ خیلی ممنون. خواهش. آقای کاظمی؟ بله. خسته نباشی. سلامت باشی. خوبی؟ خوبی؟ بله من خوبم. میگم که رفته بودیم کارخونه چیکار؟ آقا کامران من فرستاد برم اونجا نفر 30,000 تومان بدم به کارمندا. بابت؟ حسن انجام کار، میخواد رأی جمع کنه. آها، خب 30 تومنمو بده. الان که نه، گفته بعدم میدم، اونم گفته فعلا وعده بده. آره. الان بابت وعده خوشحالی نه؟ آره. باشه، مرسی برو. خدا حافظ. خوشحال. آخه این 30,000 تومن پول 2 گله پفکم نما. پریسا. چند سال سابقه کار آبرسی داری؟ 5 سال کاکو، تو اثری بیدار؟ بله. چرا یه دم بهتر یه دو دم؟ یه دم. نون سنگیده یه برخاشخاش چند میخرید و برخاشخاش این برمت چند؟ حالا آده تو کار دارون 500 تومنم و تو منگم دونم تو شهرهای دیگه چند به نظرم 1200 داری باشه.
کسی دنبالمون نبود که. کسی به ما توجه نداره. گوش کن. میخواستم دعوتت کنم برای ائتلافمون. من و تو باید یه ائتلاف تشکیل بدیم. خب چیکار میکنیم؟ هر کی رئیس شد اون یکی میشه معاونش، فرقی هم نداره کی رئیس شه، ولی دوتایی با هم تلاش میکنیم، حمایت میکنیم همدیگه رو. هر کی رئیس شد اون یکی میشه معاونش. دمت گرم. خیلی خوبه. برنامه چیه حالا؟ برنامه گوش کنیم چیکار میکنیم. ما گازنبوری حمله میکنیم. دوتا کار رو باید انجام بدیم، یکی اینکه خودمون رو مطرح کنیم، یکی اینکه رقیبمون رو کارشو خراب کنیم، در واقع رقیبمون رو ترور شخصیتیشون کنیم. میگم خیلی باهوشی تو، من فکر نمی‌کردم اینجوری باشی. حالا فکر بعدی هم نیست. اما به تو یکی هم نمیشه اعتماد کرد. نمیشه چیکار کرد؟ اعتماد کرد. ببین من میتونستم همین پیشنهادو برم به یه احول دیگه بدم. احول نه، احول. حالا مسابقه ادبیات نداریم، احول چه فرقی میکنه؟ چیکار می‌کنی؟ باید فکرمو بکنم. بکن به من بگو، به کسی هم چیزی نگی. خیالت راحت باشه. من این لیست و نشون خانم توبایی بدم. سلام خانم توبایی. سلام خانم توبایی. این چندمین ماهی که حقوق پرسنل شرکت پرداخت نشده، صدای پرسنل کارخونه هم در اومده. من باشون صحبت میکنم، ایشالله تو این یکی دو روزه تأمین میشه. ایشالله. اینم لیست حقوق بچه. خسته نباشی خانم، این پرونده مازندران. ممنون. آقای محترم، همین امروز 11 تا سکه بدهکاری تو برمیداری و میاری تحویلم میدی. بله؟ همین امروز؟ دقیقا همین امروز. تو در مورد من چه فکری کردی؟ فکر کردی گاب صندوق زدم یا اینکه رو گنج نشستم؟ از کجا بیارم بدم؟ از همون جایی که میاریم به همه کارمندا، یکی 30,000 تومن داریم. الان همه میفهمن. بابا اونا همش خالی بندی بود. از اون خالی بندیایی که همیشه برای منم هم میبستی. آره. بابا یه وعده الکی بهشون دادم به خاطر اینکه رأی بیارم همین. از همون وعده هایی که همیشه به منم هم میدادی. اون احمق به تو نگفت که همه اینا خالی بندیه؟ کامران وای به حالت، وای به حالت اگه این دفعه هم دروغ گفته باشی. میفرستمت یه جایی که تا آخر عمرت آب خنک بخوری. بابا بذار من ریاستو بگیرم دستم، تمام مهریتو یه جا بهت میدم، دو تا هم سکه روش. فقط تو با من همکاری کن. تو میخوای رئیس بشی؟ مگه خودم اینجوریام؟ خب چه بهتر، بیا اصلا ما با هم همکاری کنیم، اینطوری بیشترم رأی میاریم. با تو برو بابا، نیستم. وایس ببینم، اینجوری به نفع خودت هم هست. میتونیم یه شرط بذاریم. هر کسی پرسنل بیشتری جذب خودش کرد، اون یکی به نفعش میکشه کنار. قبوله؟ قبول. جان من. ولی تو هیچ شانسی نداری کامران. هستم شما رو شدید. آخرش من نفهمیدم تو این شرکت چه خبره. آخه یکیتون برای من توضیح بدین ببینم اینجا چه خبره. آخه شما کجای دنیا رو دیدین واقعا که رئیس شرکت بیاد پسر خودشو، عزیز دردونه خودشو برداره، بعد انتخابات بذاره یکی از ماها رو بکنه مدیر شرکت؟ نه عزیز من، اصلا درست نیست، به عقلم جور در نمیاد. چطور پسرش کاندید نشده؟ باز تو فاتوش وایسادی؟ نه چیزه، فقط خواستم بگم شاید سیاست کاریش باشه. درسته؟ سیاست ندارم هستی؟ کار خودمه. بده حدوشو در میارم. سلام، حال شما خوب هستین؟ شما حسابی سرگرم کارید ها؟ بله. این بنده خدا تعطیله تعطیله ها، چرا کاندید نشد؟ کی؟ خب معلوم آقا وحید دیگه. مال چی بگم خواهم؟ یعنی شما نمیدونید چرا؟ آخه دیدم داشتید باشون صحبت میکرد. خیلی خانم، شاید بنده خدا لازم ندونست کاندید بشه. بچه ماما بدونین؟ نه نه، همین طوری پرسیدم. آها، اومده بودم احوال خودتون رو راستیتش بخواییم بپرسم دیگه. بس اشتباهی احوال کاری کسی دیگر از یکی دیگه میپرسی؟ من برم به کارم برسم، شما لطف کنید فقط از طرف من سلام خواهم بچه رو برسونید. با اجازتون شرمنده. چی شد؟ شما که کار زندگی نداری؟ چی کار به کار مردم داری؟ ای بابا، برو دیگه، مگه کار زندگی نداری؟ برو دیگه. بایزه ببخشید. مرخصی میخواییم. آفرین، تلپاتی کار کردین؟ خیلی خوب بود. منم قبلا خیلی علاقه داشتم، یه مقدارم کار کردم، یعنی کتاب و اینا خوندم، ولی خیلی موفق نبودم. شما از روی کتاب یاد گرفتید یا چی؟ اگه ترمزتون رو نکشم تا فردا صبح میخواین حرف بزنید. بله، من فقط مرخصی میخواستم، همین.
الان مرخصید؟ دست شما درد نکنه، خیلی لطف داری. ممنون هستم. این چیه؟ برگ مرخصی دیگه. من مرخصی ندادم. چرا؟ خودتون الان موافقت کردین. گفتم از این اتاق مرخصید، بفرمایید سر کارتون. باور کنید خانم توبایی، من به این مرخصی خیلی نیاز دارم. یعنی خیلی واسم حیاتیه، به مرگ و زندگی بستگی داره. پس بهتر مرگ رو انتخاب کنید، چون تا آخر هفته مرخصیاتون پره. بله، خیلی ظالمانه بود. البته من دوست داشتم ازدواج کنم. آخرین دفعه است. دست شما درد نکنه، شما خیلی مهربونید. زحمت میکشید، دستتون درد نکنه. گردنم خیلی درد میکنه به خاطر آرتروز گردنم، به خاطر کار زیاده. آه اینجا زیاد پای کامپیوتر پاره کردین. بله، همیشه این آرتروز گردنم بیرون هستم. بله برم برم بچه‌ست. میگم وحید جان خوبی؟ یه وقت کم و کسری چیزی نداشته باشی؟ خوبم. میگم عجب سیاستی داری شما پدر پسر. چه سیاستی؟ همین دیگه، همه رو انداختیم به جون هم واسه رئیس شدن، خودتون نشستین یه گوشه داری میخندین. من که نمیفهمم داری چی میگی، تو خودت میفهمی؟ ماها ساده ایم به خود. با چه امیدی کار کن، زحمت بکش، رقابت کن. حوصله داری یا؟ نمیفهمی نه؟ نبایدم بفهمی، یعنی به نفعت نیست که بفهمی. ولی زمستون میاد، میفهمیم کتنه کیه. برو بابا حوصله داری. جناب رئیس، یه برگ مرخصی هم وسط پرونده است. اگه اونم لطف کنید امضاش کنید ممنونتون میشم. مگه خانم توبایی تشریف ندارن؟ خانم توبایی؟ بله هستنشون. خب بفرمایید پیش ایشون. آخه من یه مقدار کمرو هستم، به خاطر همین روم نمیشه به خانم توبایی بگم. روتون نمیشه برید مرخصی بگیرید؟ این عادت رو از بچگی دارم جناب رئیس. اگه ممکنه شما لطف کنید امضا کنید. باش. چون واقعا بهت علاقه دارم، کارمند سایی من هستی، اینه پسرم دوست دارم، من خودم این کارو میکنم. الان بهشون زنگ بزن. نه 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 جناب رئیس، اصلا نیازی نیست. خودشون اومدن. خانم توبایی لطف کنید شما بهشون مرخصی بدم. بله، شما کجا فهمیدید من میخوام بهشون مرخصی؟ جناب رئیس، ایشون روزی 2-3 ساعت از من مرخصی ساعتی میگیرن، گویا امرشون هم حیاتیه. بله خب من واسه تحقیق جناب رئیس مجبورم، یعنی یه کار خیلی تحقیق دیگه، یه کار مهم. بله آفرین. باری کلا ببین، مرخصی میگیره برای تحقیق این شرکت، اصلا تبریک میگم بهت. من پیشنهاد میکنم تحقیقتونو بیارید آقای رئیسم ببینن. خب تحقیقم که خانوادگیه، نمیشه که بیارم اینجا. البته من تو مسیر کارم که دارم تحقیق خودم رو انجام میدم، در مورد شرکتم تحقیق میکنم. خب من برم، گویا شما کار دارید الان به کارم برسن. خب پس بفرمید این پروندتون رو بگیرید. بله ببخشید، خانم پرونده رو بگیرید. بده دیگه اون پرونده رو یه ساعت دستت گرفت و الان میان دیگه. مسعود آخه میترسم واسه اون درد سر شه آخر سری. درد سر چی بشه؟ من اینجام، نگران چی هستی؟ بده من بل کن دیگه. زود باش، زود خود چه اینجا رو چرا نگاه میکنم؟ کجا؟ یه این وسط رو بود، یه بایستا بودو، بودو. سلام.
سلام. به به. میبینم جمعتون جمعه. جمعمون که جمعه، البته یکیمون کم. من دارم میرم با اجازتون. شما واقعا عمل میکنید؟ عمل؟ راستی شاید آره بکنم، آخه به خاطر اینکه دکتر خوب هنوز پیدا نکردم، ولی میخوام اگه سرگالو و یه نمه باریک ترش کنم. دستوراتو میگم، گفتم و به دیوار سالن چسبوندم و شما عمل نمی کنید. درسته، خب چشم، ببخشید. نومده تو باشه. دیدی؟ جونم دابا جان، کاری داشتی؟ نه، من سر صدا شنیدم اومدم اینجا، وگرنه دارم فوتبال میبینم. داوود حواسمونو پرت کردی، سوختم من. ای وای، ببخشید من حواسم به این بازی هست. بیا. چند بابا فرهاد خیلی خوبه، با گل فرهاد جلو هم فعلا. اومد بچه؟ عمرن جان تو. چی شد؟ فرهادی یه هد زد بالای درز. ببین فرهاده اصلا جنازهش هم گل میزنه به اینا. خیلی خوبه. آره. من درز دقیق کرد بهتون میگم بچه ها. برو با اون تیمت برو. عرض سلام و ادب. چرا صدا دور شد؟ چی شد؟ چرا اینجوریه؟ تو قیافت اینجوری؟ هیچی هم اینجوری چی شد؟ چند شده؟ بردیم، 4-2 بردیم. بابا قیافت که خیلی تابلوه که باختیم. نه یه چیزی رو گم کردم. چی گم کردی؟ من یه گوشی دیگه داشتیم بچه اینجا ها. ندیدین اینجا ها؟ تو که یه گوشی داشتی؟ نه فوتبال که میبینم اینو میندازم رو، هر کی تلفن بزنه میفته رو. ندیدید اینجا؟ نه اینجا گوشی ندیدیم بابا. ندیدین دیگه؟ داود میخوای جای من بشینه؟ نه بابا، خیلی نامردی. بله خیلی چلی. بله چشم. نشین. بله من در خدمتتون هستم. عوامل چیزی؟ معنی این کارا چیه؟ خدمت به شما فقط به خاطر تعصبی که تو دلم به شما دارم که در هر صورت کمکتون. منو قاطی کارای خودت نکن. منظور من اینه که من میخواستم یه موقع اینا خرابکاری چیزی نکنن که مدیریت شما زیر سوال بره، اونم به خاطر تعصبی که روتون دارم. آقای قفاری فعلا خود شما زیر سوالی. من؟ یک بار دیگه ازت این کارا رو ببینم چی؟ تعصبتون رو من کم میشه. برو بیرون. این گوشی میتونه خدمتتون باشه برای کار اداری خارج از کشور، چیزی میخواین زنگ بزنین؟ بفرما بیرون. شمارش هم میتونی داشته باشی یه موقع. برو بیرون قفاری. میتونی داوود صدام کنی شما. برو بیرون. چشم. متوجه شدم. نفهم منو شما دعوا کردی. ببین من
ریاست اینجا رو بگیرم اسپانسر تیمشون شدم، شک نکن. دو دقیقه فرصت داری وارد اتاق شماره یک بشی. خب سلام علیک کرده، چای وارد کرده، چای داده به تک تکشون. ببین فعلا تو این دو تا اتاقو برو تو این شماره سه رو برنامه‌ریزی کن. خب فعلا سه چهار تا چای بهشون دادم، شک میکنن دیگه. فضولیش به تو نیومده، تو فقط چای تو تعارف کن، یکی خواست ور میداره هر کیم خواست ور نمیداره، ولی شک نمیکنن. سلام علیکم. خوب هستی کمودی؟ گفتن که شما با هم که امری داری، در خدمتتونم. آقا مراد، متاسفانه شما رد صلاحیت شدیم. چی گفتی؟ آخه واسه چی؟ حداقل مدرک تحصیلیتون باید دیپلم باشه، شما هم ندارید. از دست منم کاری بر نمیاد. دیپلم چی؟ آها مدرک؟ بابا من مدرک دارم، ذره ترکم کرده خانم مدیر. من میگم الان من یه هفته دیگه شما به من اجازه بدین. من یک هفته. بابا این جمشید کلک، این تو معلومه پلی استیشن بازی میکنه، فوتبال کی بود چه علکی داره خودش چیز میکنه. بابا از میگه بابا این فوتبال است تیم ملی منم میشناسم. بابا شما معلومه بابا من راست میگی رو پای بزن، من بهترین برگردم رو پای بزن. اگه مشکلی نیست یه زحمت بکشید لاستیکو بذاریم عقب ماشین، ببریم پنچرگیری و برگردیم. مشکلی که نیست، ولی خب چه کاریه، اون قهوه‌ای اون در قهوه‌ایه پنچرگیریه، دو دقیقه هم نیست از اینجا. جالب، اصلا ندیدمش. بخاطر این درخت جلومه، بعد تو زاویه شما کاملا پیداست. آره نزدیک هم هست. بله نزدیک. میگم حدیث خانم اگه اشکال نداره می‌خواستم در مورد خودمون یه صحبتی کنم. خودمون آها، شما و ماشینت. خب میدونی من این ماشین رو خیلی دوست دارم، به خاطر همین هر جایی که نمیبرم تعمیرش کنم. گفتم اگه اشکال نداره کارشون خوبه؟ کارشون که حرف نداره، اما خب این لاستیکات ظاهراً پنچر به نظر نمیاد، خیلی هم پرباده. چجوری این باد شده؟ این عجیبا بکنم به خاطر آفتاب، آفتاب تابیده روش، گرما باز شده که منقبض شده. گرما باعث میشه که منبسط بشه. منم قاطی کردم، گرما تو سر منم زده، منم منبسط منقبض شده مغزم. آره من اینو متوجه شدم. رئیس جان، مدیر خوب کسیه که با برنامه ریزی درست هم به کارش برسه، هم به استراحتش، هم به خانوادش. ارادتمند. همینه؟ آره فقط تابلو نکنی ها. هم باش دست دارم. ببین اون قولی که من دادی یادت نره. نه 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 سر نکشی بزنی زیرش. نه 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 بخور تابلو نکن. چطوره؟ عجب چیزی آقا مراد، دست درد کن. اوه حالا سر روخ مدیر گرفتی؟ نه اونجوری با یهورت که اصلا نمیکنه، ولی تا تشو باید بخور بچه همی دو سه روز باید تو تنت بشینه. بعد آه به این زودی جواب نمیده. نه دست دارم. سلام خوبین؟ سلام، باز چیه؟ هیچ بفرمایید. گرد و خاکو از روی آینه بگیر، بذار هر چیزی که داره رو کنه، شک نکن به این که راحت میتونه یه جهان رو